فیلم نت مشتاق دیدنتان هست. شاید کلیدش اشتباه داده. مطمئنم همینه. که همه اساسش پهنه هنوز گفت تخلیه هست که نگفت تخلیه گفت زود خالی میکنم زود خالی میکنم که همه این رو جمع کرده باشه یکی از اتاقا درش قفله بچه من یادم نیست نمیدونم شاید نشدید ببخشید نمیخواستم بترسونمتون من ساکن اینجام بفرمی به ما نگفته بودن تقصیر منه معذرت میخوام سلام خانم بفرمی سلام اسم من علیرضاست شما آقای من محبیم آقای محبی بفرمید براتون یه آبی چیزی بیارم من دیگه اینجا رو دیدیم لازم نیست مزاحم نمیشه بفرمید خواهش میکنم نه دیگه یه چند دقیقه بله خوشحال میشم بفرمید ببخشین اگه فضولی نیست میتونم بپرسم شما چرا از اینجا میخواییم برید؟ اگه فرصت دارید بگم خب اگه بگین که خوبه آقای محبی فکر کنم برای شما جالب باشه بشنوید مربوط میشه به اتفاقایی که برای یه زوج افتاده از آشناهاتون؟ میشه گفت از آشناها شما هر جوری که دوست دارید میتونید فرض کنید این بندگان خدا یه سال بود که بچه دار شده بودم وضعیت مالی خوبی هم نداشتم صابخونم جوابشون کرده بود تو مدت زمان کمی بعد خونه پیدا میکردن به خاطر شرایط کاری مرد هر شب تا دیر وقت دنبال خونه میگشتم اینجا خیلی پوله داری که طبقه پنجم شد با بچه کوچیک داریم سختمه نه داداش اینجا کلن چهارونه میتوقف بعدش هم با بودجه‌ای که شما دارید بهتر از این مورد گیرتون نمیاد حالا بریم داخل رو ببینید شما
بفهم بفهم. درسته طبقه چهار آسانسور نداره، عوضش نورش خوبه، آشپزخونش هم اوپنه، کابینت ها رو من میگم مالش براتون میزنه، نگران نباشید. مترایش هم فکر کنم مناسبتون باشه دیگه، ویوش هم ابدیه. بفهم نگاه کنیم. میگم اگه با پله‌هاش کنار بیایم بد نیستا، خوبیش اینه که اجارش هم کمه، بعدم ما که وسایلمون رو جمع کردیم دیگه، بریم بونگا قرارداد رو ببندیم دیگه، مورد بهتر دیگه نمیاریم. باش ولی خدای بیوش ابدیه ها، نه؟ بعدم ماجرای این زن تازه شروع شد. به خونه به دوشی و آوارگیش، بی کسی و نبود بزرگترین حامیش یعنی شوهرش هم اضافه شد. وای خدا، وای خدا. بخش ناراحت کننده این ماجرا این بود که این خانم انقدر بی پشت و پناه بود که نتونست مراسم ختم شوهرش رو اونجور که میخواست برگزار کنه. خدا رحمتش کنه، مرد خوبی بود. در جریان گرفتاری خونتون هستم، واسه همین امروز و فردا یه نفر رو میفرستم بیاد کمکتون که تو این شرایط نمونید. خدا بیامرز، از قبل یه طلبی از ما داره، اونو میفرستم براتون بیارم. خدا برادر کمتون، خدا بزرگ، خدا بهتون صبر بده. ای بابا آدم ناراحت میشه. حالا این ماجرا چه ربطی به خونه داشت؟ عرض میکنم همونطور که گفتم، این خانم باید هرچی زودتر خونه رو تخلیه میکرد. درد سر و مشکلاتش به همین قضیه ختم نمیشد. یه سری اتفاقات عجیبی که قبل از این تو زندگیش سابقه نداشت شروع شد که باعث شد تنهایی و بی کسی بیشتر آزارش بده. سلام آبجی، حبیبم، حاجی رحمتی من فرستادم. بله شناختمتون، خوب هستین؟
خیلی ممنونم. مرسی آقا وحید، خدا رحمت کنه. خیلی مرد خوبی. خدا رفتگان شما رو بیاره. خدا صبرت بده آجی. اینو حاج آقا دادن بدم خدمت شما. دستشون در نکنه. خواهش میکنم. فقط من طرفای از ساعت 4-5 میام دنبالتون. حاجی یکی از بونگا رو هماهنگ کرده، ان شاءالله با اون همکاری میکنن یه خونه پیدا کنیم. خیلی ممنونم. خدا حاجی رو واسه زن و بچه‌ش نگهداره. زحمت کشید. خیلی ممنون. روز بخیر. سلام برسونید خدمتشون. سرویس همون دستشویی، کمد دیواری، اون طرف هم سرویس خوابه. بفرمایید ببینید. سلامت باشید. خیلی ممنونم. لطفاً. سلامت باشید. زنده باشید.
جون اینو چکش کردم. مشکل از شیرالات عمومه. گلس تشریف بیارید. حال جون من اینو چک کردم. این کلن خلاصه. به خاطر همین هم از نشی داره. ولی موردی نداره. من خودم فردا یکی رو میارم درستش کنم. باشه. من فکر کنم این ذره وهمی شدم. خواهش میکنم. حال جون چه حرفیه؟ ببخشید آه. این چند روزم خیلی مزاحم شما شدم. نه بابا خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. نریز آقا نمیخواد. خورما بخورید. آقا جعبش رو چرا برمیداری؟ مرده ها خورما نمیخوان. دوتا دونه بخورید فاتحش رو بفرستید. بعید میگه آرمان خونه نده. چی؟ چی گفتی؟ کشتمه. اینا همشون اجاره میخوان. درست میشه بخوا. زن نمیدونست که با چه چیزی مواجهه. وقتی چند بار این اتفاق توی یک ساعت مشخص تکرار شد متوجه شد که همه این اتفاقات به مرگ شوهرش ارتباط داره. یعنی روح شوهرشو میدیده؟ یه وقتایی اونایی که مردن نمیفهمن مردن. آره روح شوهر مردش نگران زن و بچه‌ش. این ماجرا تو مدت‌ها بعد از مرگ شوهر ادامه داشت. با
اینکه مشکل خونه زن حل شده بود، اما انگار روح مرد از درک این موضوع عاجز بود. روح مرد همچنان تو خونه پرسه میزد و نگران پیدا کردن سرپناه واسه زن بچه‌اش بود. خواندن آثار روسینی بسیار دشوار است. چرا روسینی را انتخاب کرده اید؟ اگر در کار خواندن روسینی را انتخاب کنید، صدایتان حفظ می شود. وضعیت زن بهتر میشه. دوستا و آدمای تازه‌ای که نگرانش بودن دور برشون میگیرن و سعی میکنن بهش کمک کنن تا از تنهایی در بیاد. تو مردی کریس. مرده بودم لازم نبود تو بهم بگی. فکر کنم لازمه. هر کسی با دیگری فرق داره. ای همه برن خوناش. من کسی هستم که تو نمیخوای ببینیش. تو نمیخوای مرده باشی. اما با نزدیک شدن شب سالگرد شوهرش احساس عجیبی به سراغ زن آمد. چی بودین؟ الان شنیدی صداشو؟ چه خبره؟ چی شده؟ الان شنیدی چی گفت؟ فهمیدی؟ همسایه‌تونه دیگه. ما اصلا اینجا همسایه نداریم. فقط بگو الان شنیدی چی گفت؟ چه خبره اینجا؟ فکر کنم چون سالگردشه پیداش شده. همیشه همین ساعتهای پیداش میشد. فکر میکنه من آروم بدون سقف بودیم. نازم این حرفا کلا میتونی بعدش ببینی. این چی بود اینجا؟ وایسا یه دقیقه. یه دقیقه وایسا. ببین من با تو هم. برای اینکه تو الان شنیدی صداشو یا نه؟ به من بس صبح زود. به من بگو شنیدی یا نه؟ من خول نشدم که. نه تو خول نشدی. فقط خسته ای. برو بخواب. خدافظ. پس انگار چیز کاملی از زندگی زن نمیدیده. فکر میکرد هنوز تو همون شبی هستن که دنبال خونه بودن. چیزایی که دور و برش میدید بین تصوراتش و واقعیت. تصوراتش به عنوان روح. بله، انگار حافظش تو همون شبی که فوت کرده مونده، تو همون حال هوا گیر کرده. زنیش وقت تلاش نکرد با روح حرف بزنه، چه میدونم مثلا بخواد یه جورایی بهش بفهمونه. حاج آقا من یه مشکلی داشتم. من شوهرم حدود یک سال و نیم پیش فوت کردم. گفته بودم یه شیعی ازش بیاریم. آوردین؟ بله آوردم. بفهمید. این آب دوش میری گفته باشم؟ باشه مشکل نداره.
خواهرم دستتو بگم تو این تشریف. بگو به شرف خاک. به شرف خاک. عزیزم رو به من نشون بده. عزیزم رو به من نشون بده. خب حالا دستتو بردم. تکرار شد. چند شب حوالی سالگرد تو همون حدود ساعتی که اون اتفاق براش افتاد. همیشه دور و بر همسرش ظاهر می‌شد و نگران بود. تا دوباره سال بعد. زودتر یه جا رو پیدا میکنم از این بلا تکلیفی در بیاییم. وحید حالا فوقش هم اجارش زیاد شده، اشکال نداره. نگران ما نباش، تو چیزی نگیر، خودم باشون صحبت. فهمیدم این قضیه چه ربطی به خونه داشت، چه ربطی به ما داشت. از اقلی عذرخواهی میکنم، چه ارتباطی به شما داره؟ دقیقاً از همینجا من وارد ماجرا میشم. اون خانومی که داستانشو براتون تعریف کردم کارمند من بود. منم چند سالی از همسرم فوت کرده، خدا رحمتش کنه. تصمیم گرفتم با ایشون ازدواج کنم. توی مدت کوتاه همه تلاشمو کردم که خستگی ها و بی کسیشون رو جبران کنم. بلکه اینطوری روح اون خدا بیامرزم در آرامش بشه. از وقتی که نزدیک به سالگرد این ماجرا شده دوباره یاد اون اتفاقات غریب میفته که قراره رخ بده. واسه همین تصمیم گرفت ماجرا رو برای من تعریف کنه. منم پیشنهاد کردم که بریم از پدرم کمک بخوایم. پدرم درباره این موضوعات یه چیزایی میدونه و اطلاعاتش خوبه. بهش میگن نشه مرگ. یعنی چی؟ اسم افهم یا فلان ابن فلان. تلقین میت براش گفتن؟ نه، یعنی من نمیدونم.
ما امروز کاری نکردیم، یه آقای اونجا بود همه کارا رو خودشون انجام دادن. ببین دخترم، ما یه اعتقادی داریم مرده ممکنه بعد از مردنش یه مدت دوچاره نشه مرگ بشه، یعنی خودش نمیدونه که مرده، نمیتونه بفهمه، واسه همینم مستحبه که الان یه مردره که میخوان به خاک بسپرن به یکی میسپرن که براش یه ترقنمیت بخونه، یعنی تو گوشش نجوا کنن که بابا تو مردی دیگه، دستت از این دنیا کوتاهه، یه جورایی آمادهش میکنن واسه حقیقت. بابا مگه میشه یه نفر قبض روح بشه روحش تو دنیا بمونه؟ آره بابا، امکان داره یه روح نفهمه که دیگه متعلق به دنیای ما نیست، مخصوصا اگه یه مرگ ناگهانی هم داشته باشه ممکنه نفهم. خب چطور میشه به یه روح فهموند که مرده؟ آقا بسته دیگه واقعا. ما اومدیم اینجا یه خونه ببینیم، یه ساعته داریم برای ما قصه تعریف میکنیم. بله ما ناراحت هم شدیم، فقط نمیفهمم آخه این داستان واسه چی باید برای ما جالب باشه. آقای محبی، ایشون خانم من هستن، شما هم همون کسی هستین که میره سراغ همسرم. مرد سایه میفهمی چی داری میگی؟ بسته دیگه این مزخرفاته. نرگس باشو بریم. آرمان مامان بیا اینجا پسرم، بیا مامان. بعید، آرمانه، ببین چقدر بزرگ شده. فقط چند ماهش بود که رفتی، یادت میاد؟ آقا بعید، من فقط صدای شما رو میتونم بشنوم، نمیبینم اتون. یعنی چی؟ بعید، یادت چطوری اومدیم اینجا؟ از در اومدیم تو، قبلش کجا بودیم؟ قبلش آگه خونه رو دیدیم تو روزنامه، بعد بونگایی به همون کلید داد اومدیم. بعید اون چند سال پیش بود؟ الان ساعت 10:10 است. تو دوباره برگشتی. ما الان حالمون خوبه وحید، جامون امنه، علیرضا مراقب ما هست. نگران ما نباش. آرمان
جای من امنه، هم آرمان. پسرم وحید، آروم باش، آروم باش. خدایش بیوش عبدیه.